بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحاب الطاهرین. معزیزان گرامی، امیدوار هستم که ایام خوب و خوش را سپری کرده باشین. رو این جلسه درسی من و شما با هم بحث را تحت عنوان مفهوم و اصطلاح حالت خطرناک و بررسی پدیده شخصیت با هم دارا می باشیم. معزیزان گرامی، این ویدیوی درسی یک ویدیوی مهمه است و ویدیوی اصلی درسی نیست، چرا جلسات درسی من و شما قبلا با پایان رسیده بود. این ویدیو و این منبع مهمه و درخواست رئیس پانزه برایتان ثبت کردیم و در دسترستان قرار دادیم. من حیث منبع مهمه میتونیم ازتان استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم و اصطلاح حالت خطرناک چی است؟ ما برای حالت خطرناک کدام بحث را میتونیم داشته باشیم و برای آن تعریف بکنیم؟ ابتدا باید حالت خطرناک را تعریف کنیم و بعد بریم به طرف مقدمات کلی پیرامون این موضوع. مفهوم و یا اصطلاح حالت خطرناک عبارت از حالت استمرار و دائمی قابلیت ارتکاب جرم و میزان خطر را که از جانب مجرم متوجه جامعه است می باشد. یا به عبارت دیگر گفته می تانیم که حالت خطرناک عبارت از استمرار و تجمعی قابلیت های ارتکاب جرمی، استمرار و تجمعی قابلیت های ارتکاب جرمی در یک فرد می باشد که از ناحیه آن جامعه صدمه می بیند. اصطلاح گرامی در بحث تحت عنوان اصطلاح حالت خطرناک که برای نخستین بار توسط هانری کوپری جامعه شناس ایتالیایی مطرح می شود، ایشان در نتیجه تحقیقات را که انجام دادند، در نتیجه تحقیقات انجام یافته توسط ایشان و در تدوین آن تحت عنوان کتاب واحد جرم شناسی دورنمای از حالت و مفهوم بحث حالت خطرناک را برای من و شما تعریف کرده است. از نظر هانری کوپری، بروز حالت خطرناک و یا تجمع قابلیت های ارتکاب جرمی در یک فرد گفته می تانیم که موجب بحث خطر تهدید برای جامعه می باشد. اصطلاح حالت خطرناک در صحت روانی یا در جرم شناسی جنایی در آغاز قرن 19 ها از مفاهیم بسیار معمولی و غیر قابل توجه بود، اما بعد از سال 1838 میلادی در فرانسه، بعد از این که پلیس شهر پاریس دستور داد که هرگاه شما پلیس میتونه که بعد از بررسی و دقت این که افراد را مورد معاینه قرار بدهند و هرگاه ثابت کرد که در وجود آنها حالت خطرناک وجود دارد، میتواند آنها را گرفتار نماید و برای آن تدابیر تأمینی را داشته باشد. از نظر رافائل گارافالو، مفهوم حالت خطرناک در دو مرحله مطرح می شود. مرحله اول عبارت از آن حالتی است که فرد ذاتیت جنایی در آن وجود دارد و غیر قابل انتباه در جامعه می باشد. و حالت دوم این است که ذاتیت جنایی در آن کمتر است و قابلیت انتباه پذیری اجتماعی را در جامعه دارا می باشد. خب مثلان گرامی، بعد از اینکه رافائل گارافالو نتیجه این تحقیقات خود را پیرامون بحث حالت خطرناک در کتاب تحت عنوان جرم شناسی منتشر کرد، رافائل گارافالو بیان کرد که رافائل گارافالو و همچنان هانری کوپری بیان داشت که حالت خطرناک عبارتند از مجموعه از عوامل و ظرفیت ها و قابلیت های جنایی از در وجود یک فرد که هر گاه جلوی آنها گرفتن شاد مسبب تهدیدات بسیار شدید در جامعه خواهد کردید، مسبب خطرات بسیار شدید در جامعه خواهد کردید. و در ماورا و یا در جنب حالت خطرناک هم باید افراد ما تلاش کنیم روی انتباق پذیری های اجتماعی که اینکه فرد باید از اجتماع متاثر بوده باشد و تحت تاثیر اجتماع قرار گرفته باشد که بر محور آن شخصیت، منش، شایستگی فرد باید اصلاح گردد و در جامعه سازگاری داشته باشد. مثلان گرامی، در بحث حالت خطرناک، حالات هم ممکن است که مطرح گردد، شرایط، اوضاع و احوال را تدارک نماید که حالت خطرناک را از مجرم رفع نماید. بنابراین ما باید در ابتدا
پروسه تشکیل حالت خطرناک را بدانیم که یک فرد چگونه این حالت خطرناک در وجود آن مطرح بحث می شود و یا ایجاد می گردد. مؤثران گرامی، عواملی که در باعث بروز حالت خطرناک می شود بیشتر عوامل دینی، فرهنگی، وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی است که کلیت این عوامل سبب می شود که فرد قابلیت انضباط اجتماعی یا قابلیت جذب در جامعه را نداشته باشد. اینجاست که دارای حالت خطرناک می شود و در قریب از جرایم را انجام می‌دهد. من برایتان مثال می دهم. فرزن احمد بسیار یک فردی است که مجرم متکرر و حرفه‌ای است و چرا باید شد که این فردی احمد نام به این بحث برسد و یا به این حالت برسد؟ من میخوام داستان را برایتان بیان بکنم. داستان معروف وابسته به ایران میباشد که در قبایل کردی که ساکن در ایران هستند بیان میکنند که روز فرزندی بود همراه با والدینش. مادرش به فرزندش گفت: فرزندم یک تخم مرغ را باید بیاوری. یک روز آورد و دو بار سوم که پول نداشت گفت که باید بروی از خانه همسایه سرقت بکنی. بالاخره این طفلک اون تخم مرغ را سرقت میکنم یا را یکی دوست چند مرتبه تا اینکه این طفلک بزرگ میشود و بعد هم هی به یک سارق حرفه‌ای مبدل میشود. روزی که از طرف حکومت گرفتار می شود، هنگامی که کشتار را به سرقت برده بود، می خواهد که وفای دار اعدام می برندش. وقتی که دوباره به اجازتی که چوبه اعدام می برد، برای مردم می گرد یک بار مادر من را بیاورد تا من مادر خود را ملاقات کنم. هنگامی که مادرش را می آورد، این زبان مادرش را با دندانهای خود قطع می کند و می گرد که این زبان مادر من سبب شد که من حالا به مرگ برسم و یا هم به این مجرم متکرر مبدل شوم. بنابراین عدم توجه و دقت از جانب خانواده ها بحث اول و بحث دوم قواعد و ضوابط حاکم در جامعه و این قواعد باعث می گردد که فرد در انطباق اجتماعی با جامعه قرار بگیرد. عدم قابلیت یا عدم متأثر شدن از جامعه باعث می گردد که فرد در حالت خطرناک قرار داشته باشد. بنان از منظر رافائل گارافالو بیان می کند که ظرفیت جنایی یا حالت خطرناک و پروسه تشکل آن را گفته می کنیم که در بحث وابسته به عوامل دینی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. شما مثلا زنان بنی اسرائیل از آخام ها یا روحانیون یهود برایشان بیان میکنند که شما باید مردان مسلمان را منحرف بسازید. هر کدامتان مرد مسلمان را منحرف ساخته برای اونا تشویق میکنه که شما اینقدر عجل قصد میکنید. بنانی هم نحوی حالت خطرناک هستی بلاثر انصار دین باعث میشود فرد به این حالت مواجه شود و برسد. خب محصلان گرامی، در ظرفیت جنایی یا حالت خطرناک و تعیین بحث تحت عنوان از این که فساد ثابت و محرک جنایتکار و میزان که از جانب این جنایتکار متوجه جامعه می باشد، رافائل گارافالو آن را تحت عنوان استعداد جنایی و ظرفیت جنایی یا قابلیت عدم انتباه بذری تعریف می کند. رافائل گارافالو اعتقاد دارد که استعداد و ظرفیت جنایی تنها موجب بروز حالت خطرناک نیست، بلکه اسلوب، طریقه و روشهای دیگر هم است که ما بر اساس آن می توانیم فرد را به یک مجرم متکرر و حرفه‌ای مبدل بکنیم که عوامل اجتماعی، اقتصادی، صحی، عوامل خانوادگی و سازگاری اجتماعی یا عدم انطباق اجتماعی باعث می‌گردد که فرد به حالت خطرناک مبدل گردد. بنابراین در دومین بحثی که مطرح می‌شود، سازگاری یا انطباق اجتماعی مجرم با جامعه و تردید آن نسبت به افراد جامعه و قوانین می‌باشد. هرگاه مجرم نسبت به قوانین در جامعه بی‌توجه و نسبت به خواسته های افراد بی‌توجه بوده باشد و
خواسته های خود را به واسطه طریقه های نامشروع تامین بکنند. بنابراین اینجاست که فرد در وجود فرد بحث استعداد جنایی مطرح می شود و این استعداد باعث می گردد که فرد برود به طرف ارتکاب جرم. ولی سازگاری اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفتن از اجتماع و محیط که موجب تقویت قوه مقاومت در وجود می شود. مثلا یک فرد در ذهن خود برنامه و دارد که جرم را انجام بدهد، ولی گاه تحت تاثیر یک روحانی مسلمان قرار می گیرد، تحت تاثیر یک جوان مسلمان قرار می گیرد، از اون برنامه خود انحراف می کند و اون برنامه را ترک می کند. بنابراین اینجاست که به صورت محوری و اساسی یعنی قوه مقاومت با سازگاری اجتماعی تقویت می یابد. بنابراین محصلان گرامی، حتی در کشور فرانسه اصطلاح حالت خطرناک هم در قوانین اطفال، در قانون جرایم، قانون تخطی قانون تخلفات اطفال نیز مطرح شده و بیان می کند که هرگاه اطفال زیر سن 18 سال از لحاظ سلامتی، امنیت، آرامش و پرورش جسمی و روانی در خطر باشد، پلیس می تواند که وقفه وقت مداخله و از وقوع جرایم جلوگیری نماید. خب معسلان گرامی، حالا بحث اینجا این است که ما چطور می توانیم حالت خطرناک را تشخیص و انواع آن را شناسایی بکنیم. تشخیص حالت خطرناک معسلان گرامی و یا سازگاری قابلیت استعداد جنایی و تربیت جنایی در یک فرد و انواع آن و چهار کتگوری تقسیم بندی می شود. مثلان گرامی و چهار کتگوری تقسیم بندی می شود. در مورد تشخیص حالت خطرناک گفتم می‌دانیم که حالت خطرناک مجموعه از عوامل اجتماعی و باورها و اعتقادات درونی و گروهی یک فرد است که به سبب آن و یا هم مسبب آن می شود که فرد مرتکب اعمال جرمی گردد. ما هنگام می دانیم که حالت خطرناک را تشخیص کنیم که نمونه ها یا هسته های اولیه استعداد یا ظرفیت جنایی را در وجود افراد تشخیص بکنیم. بعد از اینکه استعداد و ظرفیت اولیه جنایی در وجود افراد مشخص شد، باید انتقال آن تدابیر امنیتی را به صورت جدی داشته باشیم. بحث وقوع اقسام حالت خطرناک را گفته می‌تونیم که ظرفیت جنایی و یا حالت خطرناک را اولش وخیم‌ترین حالت خطرناک است که در این حالت ظرفیت جنایی خیلی بالا، قابلیت انتباق و تأثیر از جامعه خیلی کم می باشد. این گونه افراد مرتکب اعمال جنایی می گردد بدون این که هم گرفتار شوند و یا مورد مجازات قرار بگیرند. بنابراین هدف از تحقیقات جرم شناسی در این راستا گفته می‌تونیم که ما مجرمین متکرر و حرفه‌ای هستند در این راستا که باید جامعه اینها را شناسایی و به منظور رفع حالت خطرناک اینها تدابیر وقایوی و اساسی را اتخاذ کند. دوم، حالت خطرناک نسبی میباشد که ظرفیت جنایی در اینجا خیلی بالاست ولی قابلیت انتباق نسبی از جامعه وجود دارد. یعنی افراد با وجودی که حالت خطرناک دارا میباشند ولی با آن هم اینجاست که افراد به صورت اساسی تحت تأثیر جامعه ممکن است قرار بگیرد. سوم، در گروه سوم حالا افرادی است که ظرفیت جنایی آنها اندکی بالاست و انطباق آنها با محیط خیلی ضعیف می باشند. در این دسته هم ممکن است ارتکاب جرایم کمتر اتفاق می افتد. و دسته چهارم کسانی است که حالت خطرناکشان کمتر، ضعیف و قابلیت انطباق آنها با جامعه اندک بیشتر می باشد. ظرفیت جنایی در این گروه و در این افراد مختمی تنین کمتر ولی تحت تأثیر وضع خاص و حالات خاص ممکن است اعمال بسیار شدید و متوحشوار یا
وحشتبار را انجام بدهند. خب مثلان گرامی، این است اقسام آلات خطرناک. در تشخیص و علل اسباب حالت خطرناک گفته میتونیم که عوامل روانی، عوامل حیاتی و عوامل بیولوژیک، همه از اینها روی همدیگر تأثیر متقابل را دارا می باشند و این تأثیر باعث می گردد که فرد و نحوه از آنها متأثر از استعداد و ظرفیت جنایی گردند. بنابراین تشخیص علل و اسباب با در نظر داشته موارد سیل ممکن است صورت گیرد. بحث اول تأثیر بیولوژیکی است و بحث دوم تأثیرات اجتماعی است. سوم تأثیرات بیولوژیکی و اجتماعی است که باعث می شود که فرد در بحث حالت خطرناک و یا هم تأثیر استعداد و ظرفیت جنایی قرار گیرد و مرتکب اعمال جرمی شود، مرتکب اعمال جرمی گردد. خب مثلان گرامی، وقتی من شما علل بروز حالت خطرناک را فهمیدیم، پس باید با هم آن را بدانیم و درک کنیم. با هم باید بدانیم و درک کنیم که بحث تحت عنوان حالت خطرناک در قوانین افغانستان برای آن چی تعریف و دیدگاه مطرح می باشد. نظام حقوقی افغانستان مسئلان گرامی در بحث کد جزای افغانستان به صورت محوری و اساسی بیان کرده است که پلیس و سارنوالی ملزم و مکلف است که در صورت موجودیت حالت خطرناک یا ظرفیت استعداد جنایی به کد جزای افغانستان بیان میکند، هرگاه فرد ارادی ارتکاب اعمال جرمی را داشته باشد قابلیت مجازات نمی باشد، ولی هرگاه عوامل را تهیه کند، مواد را تهیه کند که من جرمزا بوده باشد، بان هم وسیله ارتکاب اعمال جرمی بوده باشد، اگر این وسایل ممنوعیت قانونی داشته باشد فرد تحت تعقیب قرار میگیرد، ولی اگر ممنوعیت قانونی نداشت فرد تحت تعقیب قرار نمیگیرد. از منظر کد جزای افغانستان حالت خطرناک در افرادی که قبل از وقوع اعمال جرمی قابلیت تعقیب و پیگرد را دارا نمیباشد، مگر در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خب معسلان گرامی، در قوانین افغانستان و نظام حقوقی افغانستان برایت السماع و آزادی اصل اساسی است و فرد تحت تعقیب و پیگرد قبل از وقوع جرائم قرار نمی گیرد. اما گفته می تانیم که هرگاه فرد از زندان آزاد شود ولی حالت خطرناک استعداد جنایی در وجود آن بار دیگر هم وجود داشته باشد، اینجاست که محصلان گرامی ممکن است بار دیگر بحث تحت عنوان حالت خطرناک و یا همچنان اقدامات تأمینی و تدابیری جهت رفع محدود و جهت وضع محدودیت ها بر بالایان صورت بگیرد. پس اینجاست که گفته میتونیم بحث حالت خطرناک یک حالتی است که قبل از وقوع جرائم در قوانین افغانستان وجود ندارد، ولی بعد از وقوع جرائم و پروسه محاکماتی ممکن است که بل اثر درخواست سارنوالی و یا بل اثر تشخیص حکم محکمه صورت بگیرد. خب معسلان گرامی، بنان حالت خطرناک آیا یک بحث فطری و طبیعی است و یا یک بحث اکتسابی است؟ ما در پاسخ گفته میتونیم که حالت خطرناک یک بحث اکتسابی است، یک بحث فطری نیست، بحث اکتسابی است. ممکن فرد تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی، تحت تأثیر عوامل اجتماعی و تحت تأثیر عوامل مانند اجتماع، خانواده، محیط تعلیم، تربیت و یا نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را وادار کنند تا مرتکب اعمال
نامش رو گردد و رو بیارد به طرف حالت خطرناک. خب محصلان گرامی، وقت من شما بحث حالت خطرناک را شناسایی و تفکیک کردیم، حالا روی این مسئله بحث میکنیم که خب هرگاه حالت خطرناک بحث تحت عنوان عوامل حیات اجتماعی، شخصیت، عوامل جرمزا و ظرفیت جنایی، قوه فشار و عدم انطباق باعث می شود که فرد رو بیارد به طرف جرایم جنایی. حالت خطرناک در وجود آن توسعه یابد.